رشد سهم نهادهای مذهبی در لایحه بودجه سال آینده ایران، صدای روزنامه جمهوری اسلامی هم درآمد. در شرایط بحرانی اقتصاد ایران چه کسانی از این بودجه ها بهره میبرند و چه کسانی متضرر میشوند؟ این سوالمان از مهمانان برنامه امشب است. دو روزنامه نگار که تخصصشان نهادهای مذهبی و حکومتی در ایران است. در ادامه برنامه امشب، هشدار سه عضو اروپایی برجام به ایران، نصب سانتریفیوژهای پیشرفته و اجرای قانون کاهش تعهدات هسته‌ای راه بازگشت به دیپلماسی را می‌بندد. شکایت تازه ایران از تحریم‌های آمریکا، رئیس بانک مرکزی می‌گوید انتقال ارز برای خرید واکسن کرونا هنوز میسر نشده. و این بتوون نیست. آلبومی ساخته یک آهنگساز ایرانی برای 250مین سالگرد تولد موسیقیدان بزرگ اتریشی. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. در شرایطی که اقتصاد ایران یکی از بحرانی ترین دورانش را می‌گذراند، مردم هر روز فقیرتر می‌شوند و زندگی هر روز دشوارتر، دولت حسن روحانی لایحه بودجه سال 1400 را به مجلس داده. بودجه‌ای که در آن سهم نهادهای مذهبی چند برابر سهم بعضی از وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های بزرگ ایران است. در سند بودجه نام‌های زیادی به چشم می‌خورد، از جمله حوزه‌های علمیه، بسیج، پژوهشگاه‌های اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، ستاد احیای امر به معروف و بنیاد تازه تأسیس قاسم سلیمانی. مقایسه بودجه نهادها با بودجه بخش‌هایی از جمله محیط زیست، آموزش و اشتغال نشان می‌دهد که سرمایه‌های کشور بیش از گذشته در خدمت ایدئولوژی حکومت است، موضوعی که در داخل ایران هم اعتراضاتی در پی داشته. در 60 دقیقه امشب میپرسیم این بودجه به جیب چه کسی میرود و دودش به چشم کی؟ بیشتر به این موضوعات میپردازیم. اول گزارشی ببینیم از بهرنگ تاجدی. لایحه بودجه سال 1400 رو تقدیم مجلس شورای اسلامی میکنم. انتقادها از بودجه سال آینده یکی دوتا نیست، ولی یک بخش از هزینه های دولت در سالهای اخیر توجه بیشتری را به خودش جلب کرده، بودجه نهادهای مذهبی. در لایحه بودجه سال 1400 ده‌ها ردیف برای نهادهای مذهبی عموماً زیر نظر رهبر ایران در نظر گرفته شده. از انواع و اقسام نمایندگی‌های رهبری و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دینی تا مجمع جهانی اهل بیت و چندین و چند ردیف برای روحانیان و حوزه‌های علمیه. بودجه‌ها هم از 5 میلیارد تومان هست تا بیش از 1000 میلیارد تومان. این فهرست لزوماً همه بودجه های چنین نهادهایی هم نیست. روی هم در این 45 ردیف بیش از 6000 میلیارد تومان به این نهادها اختصاص داده شده، معادل 0.7% کل بودجه سال 1400. مقایسه این ارقام با بودجه مصوب سال 99 نشان می‌دهد که بودجه این نهادها بیش از 33% افزایش داشته، کمی کمتر از رقم افزایش کل بودجه. اختصاص بودجه از خزانه کشور به نهادهای مذهبی که در قم و بقیه نقاط ایران قرار دارند به کام حتی بعضی از اقشار مذهبی هم خوش نمی آید. کسانی که نگرانند بودجه گرفتن از دولت استقلال این نهادها را به خطر بیاندازد. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله‌ای در این باره نوشته: هم تبلیغات، هم تحقیقات و هم تحصیلات دینی تا قبل از پیروزی انقلاب با پول مردم انجام می شد و خروجی حوزه‌های علمیه نیز بسیار مثبت و کارآمد و مؤثر بود. امروز که این دستگاه‌ها از پستان دولت ارتزاق می‌کنند، نه از آن خروجی سابق خبری هست و نه ارتباط مستحکمی با مردم دارند. این ظلم بزرگی به حوزه علمیه و فرهنگی دینی است. مهمتر این که در لزوم ادامه کار بعضی از این دستگاه‌ها مثل سازمان تبلیغات اسلامی تردیدهای اساسی وجود دارد. در شرایطی که شیوع کرونا، رکود و تورم زندگی را برای بسیاری از ایرانی‌ها دشوار کرده و دولت قرار است بیش از نیمی از هزینه‌هایش را سال آینده با قرض گرفتن و فروش دارایی‌هایش تأمین کند، ممکن است این سوال برای خیلی‌ها مطرح شود: آیا چراغ بودجه دولت به مسجد حرام نیست؟ بهرنگ تاجدین، بی بی سی.
برای گفتگوی بیشتر در این باره رضا انصاری راد، پژوهشگر فقه و حقوق از تهران با ماست و بهنام قلی‌پور، روزنامه‌نگار از پراگ در جمهوری چک با ماست. آقای قلی‌پور پیشتر مدیر وبسایت دیگربان بودند که تمرکزش روی فعالیت محافظه‌کاران، نهادهای مذهبی و حاکمیتی و نظامی در ایران بود. خوش آمدید به برنامه آقایان. آقای انصاری راد، با شما شروع بکنیم و با سوالی که در پایان گزارش بهرنگ هم شنیدیم، در شرایطی که مردم چنین در فقر و فشار و مضیقه اقتصادی به سر میبرند، واقعا توجیه داره این چنین بودجه های صرف نهادهای مذهبی کردن؟ ابن سلام خدمت شما و بینندگان محترمتون و مهمان گرامیتون. باید عرض کنم که در بررسی این مسئله باید دو وجه رو در نظر گرفت. یکی بحث بودجه‌ای که دولت به اینجور نهادها میده و یکی ضرورت وجود این چنین نهادهایی، نهادی که کارکرد مذهبی داشته باشه. اگر بخوایم بگیم که بودجه ندهیم که چنین نهادی نباشد، باید گفت که نه، چنین چیزی امکان نداره، چون وجود این نهادها، یعنی این دست نهادهایی که کارکرد مذهبی قرار داشته باشند، یک ضرورت تاریخی است. همونجور که خود روحانیت زایده حکومت نیست، بلکه روحانیت یک پدیده تاریخی است که پدیده‌های تاریخی هم بر اساس ضرورت تاریخی تأسیس میشن و به وجود میاد. فلذا این نهادی که کارکرد مذهبی داشته باشه یک ضرورته، ولی این که این بودجه ها به این نهادها ریخته بشه و این جور نهادها رو ارتزاق بکنه، از این بودجه ارتزاق بکنه، این محل خیلی محل حرف و حدیث است و اینو باید داشته باشیم که این نهادها قرار است کارکرد مذهبی داشته باشن، ولی ساختارش این نهادها ساختار سیاسی و بیشتر شخصیت محور است. هیچ تناسبی بین این ساختار و اون کارکرد وجود نداره و فلذا تکثیر بی حد و حصر این نهادها از همینجا نشأت میگیره و اینجاست که مسئله درست میکنه. این بودجه برای این چیز نه تنها در این شرایط فقر جامعه، بلکه در هر صورتی، چون موجب انحراف از کارکرد این نهادها میشه. یعنی اگر وضعیت جامعه هم خوب بود، این پولها به شکم این نهادها نباید ریخته میشد. آقای انصاری راد، میفرمایید که یک ضرورت تاریخیه، فرضاً ضرورت تاریخی مجمع جهانی اهل بیت، جامعه المصطفی العالمیه، اینا اکثرشون کارشون تبلیغ شیعه در کشورهای دیگه است، یا فرضاً بنیاد فرهنگی قاسم سلیمانی که اصلا نه مشخص هست که این بنیاد قرار چه کار بکنه، این بودجه ها ضرورت تاریخیش چیه آقای انصاری راد؟ شما به نظر من یک اشتباهی در اینجا پیش میاد. اونی که شما دارید مصادیق شو میگید، من گفتم نهادهایی که قرار است کارکرد مذهبی داشته باشه، این تکثیرش و این شخصیت محوریش و این شکل قارچگونه رویدن این نهادها رو من قبول ندارم. عرض کردم کلن نهادی که قرار است کارکرد مذهبی داشته باشه، این ضرورت تاریخی، نه اینکه این مصادیق ضرورت تاریخی باشه. مشکرم. آقای قلی‌پور، فکر میکنید که اساسا دولت باید بودجه چنین نهادهایی رو تامین بکنه یا مثل دوران پیش از انقلاب مردم نهاد باید باشند این نهادها؟ ببینید، این یک بحث خیلی درازدامنی هست. تقریبا در این 40 سال اخیر همواره موافقین مخالفین بسیاری داشته. خیلی از روحانیون، خیلی از فعالان مذهبی یا در واقع مقام‌های دولتی مخالف اختصاص چنین بودجه‌های هنگفتی به نهادهای مذهبی هستند. همواره در تقریبا این مقطع از سال، وقتی که بودجه منتشر میشه، ارائه میشه به مجلس، بحث‌ها ادامه پیدا میکنه، بحث در خصوص نهادهای بودجه نهادهای مذهبی ادامه پیدا میکنه، حتی در خود حوزه علمی قم هم هستن در واقع روحانیونی که در این حال اینکه دارن بودجه سالیانه هنگفتی از دولت میگیرن، اما در این حال مدعی هستن که استقلال دارن، هیچ دستوری یا هیچ وابستگی به دولت ندارن، در این حال سیاست گذاریشون مستقله. خودشون هم، یعنی خود مدیران حوزه علمی قم هم میدونن که گرفتن بودجه دولتی برای اونها یک در واقع شاخص منفی محسوب میشه، اونها رو وابسته میکنه و اجازه نمیده که اون استقلال تاریخی که ما سراغ داریم از حوزه‌های علمیه قبل از انقلاب، اون استقلال حفظ بشه. حوزه‌های علمیه و نهادهای دینی در اختیار یک فرد مشخص که آقای خمینی باشه در
قرار میگیره در جهت خواسته در واقع رهبر جمهوری اسلامی و مجموعه نظام فعالیت میکنن و اون استقلالی که و اون آزادگی که از حوزه های علمی قبل از انقلاب سراغ داشتیم با اون مجموعه فعالیت که داشتن رو ما دست کم در جمهوری اسلامی نمیبینیم به خاطر اینکه وابستگی مالی، تشکیلاتی و نهادی به سیستم حاکمیتی دارن و هر گونه انتقاد و اعتراضی مستلزم این خواهد بود که یا این نهادها حذف میشن یا به حاشیه رونده میشن و یا در واقع بودجهشون تامین نمیشه. از طرفی هم اگه بخوایم ببینیم که مردم اگر بودجه اینها رو بدن در این شرایط به نظر میرسه که بودجه بسیار کمی به این نهادها اختصاص خواهد داشت. وضعیت باورمندی مردم، وضعیت دینداری مردم تقریبا در بسیار نظرسنجی‌ها و شواهد عینی و میدانی در ایران مشخص هست که به نظر میرسه که رجوع به این حوزه منبع مالی هم در حال حاضر یا سالیان سال هستش که نمیتونه خیلی گسترده از نیروهای بسیار فراوانی که در این نهادهای مذهبی دارن فعالیت میکنن و در این حال ارتزاق عمومیشون رو از این در واقع فعالیت‌ها دارن کمک‌های مردمی نمیتونه تامین کنه میزان بودجه‌ای که در حال حاضر این نهادهای مذهبی از دولت میگیرن. آقای انصاری راد، نظر شما رو میخوام بدونم، فکر میکنید که اگر که مردم قرار باشه حمایت بکنن از این نهادها میشه بودجه این نهادها تامین شه؟ نیاکنید اصلا این نهادها تکثیرش که گفتم محل تأمل است و محل حرف و حدیث، این تکثیرش به دلیل همین بودجه یا مفتی است که به حلقوم این نهادها ریخته میشه. یعنی اگر این پول این وسط نباشد قطعاً بدونید که این نهادها هم این همه گسترده نخواهند و این همه ساختار خیلی بروکراتیک بسیار حجیمی رو نخواهند داشت. اگر اینجور باشه همچنان که قبل از انقلاب نهادهای مذهبی رو با پول مردم تأمین می شدن و هیچ چیزی هم نبود، این باز هم تأمین می شد ولی نه این نهادها، بلکه این نهادها باید تعدیل می شدن، تعدیل شن و اگر این بودجه حذف بشه قطعا تعدیل خواهد شد. آقای قلی‌پور، فکر میکنید که توجیه مقام های جمهوری اسلامی چیه که یهو 33% دیگه افزایش میدن بودجه این نهادها رو در چنین شرایط اقتصادی؟ ببینید، من یه نگاه در واقع کوتاه مدت دارم، یه نگاه نزدیک دارم، یک نگاه دور دارم. این افزایش بودجه که نهادهای مذهبی داشتن و سایر نهادها هم داشتن، بخش عمدهش به خاطر اینکه جمهوری اسلامی و مجموعه نظام دست کم در این سالهای اخیر به شدت با بحران مشروعیت مواجه است. اون هم از طریق مسائل و مشکلات معیشتی و اقتصادی که به شدت داره فشار میاره به مقام‌های جمهوری اسلامی، ناتوان هستن در اینکه حقوق بسیاری از کارکنان، کارمندان و وضعیت عمومی اقتصاد مردم رو سر سامان بدن. طبیعتاً این مجموعه نیاز به یک حامیانی داره که بتونه دست کم اینها رو به لحاظ مالی تأمین بکنه، بتونه همچنان تبلیغات اینها، بتونه همچنان از توانمندی اینها در روستاها، در شهرها، در مساجد، هیئت‌های مذهبی، شبکه‌های اجتماعی و تمام در واقع شبکه‌هایی که داره دست کم بتونه این بخش رو حفظ بکنه به لحاظ مالی، که همچنان تبلیغاتش رو بکنن، همچنان مشروعیت این نظام رو در واقع تبلیغ کنن و نشون بدن که این نظام همچنان بدون حالا با کمترین انتقاد داره به راه خودش ادامه میده و این مجموعه تبلیغاتی رو به عنوان مردمی دارن معرفی کنن که حامی نظام هستن. این یه نکته در واقع کوتاه مدت من هست، نگاه بلند مدت جمهوری اسلامی و شبکه حامیانش به نظر من در این سالها از بعد ایدئولوژیک به بعد اقتصادی تغییر پیدا کرده. بخش زیادی از کسانی که در این شبکه‌ها در حال حاضر فعالیت هستند، در این شبکه‌ها و نهادهای مذهبی فعالیت هستند، تمام زندگیشون وابسته به این بودجه هست و این بودجه اگر حذف بشه ما با خیلی گسترده‌ای از نیروهای بیکاری مواجه خواهیم شد که هیچ تخصصی ندارن و در حال حاضر بیشترین وابستگی که الان در این نهادها دارن و دارن برای در این نهادها فعالیت میکنن به نفع جمهوری اسلامی به واسطه منافع مالی هستش که به خاطر این بودجه هایی که به این نهادها داده میشه فعالیت دارن.
آقای انصاری راد، آیا توجیه فقهی هم داره چنین کاری؟ فرضاً شما نکنید به این آمار که نگاه میکنید، فرضاً سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس بودجه 45 میلیارد تومان، ما میدونیم که مثلا عدم دسترسی به سیستم گرمایشی چقدر قربانی گرفته در این سالها، اما مثلا شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران 325 میلیارد تومان. واقعا از لحاظ فقهی چطور میتونن مقام های ایران توجیه بکنن چنین هزینه کردن و در خطر انداختن جان شهروندان؟ راستش من خودم هم جزو کسانی هم که حیرت میکنم از اینکه چجور میشه اینو توجیه کرده. هیچ و با آن چه که من از مبانی فقهی و اسلام میدونم نه تنها قابل توجیه نیست، بلکه میشه رفت به طرف اینکه جای مذمت و حتی حرف از حرمت هست. یعنی نمیشه به این راحتی نه تنها توجیهش کرد، بلکه باید فکری برای اینجور این پولهایی که اینجور دقیقا مصداق بارز اسراف است و مصداق بارز حرام کردن بیت المال است و از بین بردن بیت المال است و این حکم نه حلیت که بلکه حرمت میگیره، ولی متاسفانه اینها اصلا مبانیش مبانی فقهی نیست، بلکه حتی حکومتی هم نیست، به معنای اینکه برخلاف آنچه که میهمان گرامیتون گفتن، من معتقد نیستم که اینها فقط صرفا به خاطر اینکه نیاز حکومت رو تأمین میکنه، بلکه من معتقدم که این ساختار این نهادها از وقتی که تداخل حکومت و دیانت پیش اومده این ساختارشون سیاسی شده و این ساختار شخصیت محور است و بلکه اینها خودشون رو بر حکومت هم تحمیل میکنن، بلکه خیلی جاها حتی ضرورت و نیاز حکومت رو هم تأمین نمیکنن، بلکه اگر عکسش رو عمل نکنه. آقای قلی‌پور خیلی کوتاه لطفا جمع‌بندیتون. این جمع‌بندی من در نهایت این هستش که آنچه که ما در مورد بودجه نهادهای مذهبی در موردش صحبت میکنیم، بخشش مربوط به کلیت مأموریتی که هست، بخش عمده ای از این بودجه در واقع به کسانی داره داده میشه که نیاز مالی دارن و به خاطر این نیاز مالی در واقع حامی جمهوری اسلامی شدن، نه به لحاظ ایدئولوژیک و فعالیت مذهبی یا دینی که دارن. من اعتقاد دارم که مجموعه این نهادهای دینی بخش زیادیشون به واسطه منافع مالی و اقتصادی در خدمت حاکمیت جمهوری اسلامی قرار گرفتن. متشکرم. بهنام قلی‌پور روزنامه‌نگار و رضا انصاری راد پژوهشگر فقه و حقوق. اما در ادامه بحث بودجه حتما در جریان هستید که سیل در جنوب ایران دست کم 7 قربانی گرفته. در روزهای اخیر مسئولان از قبول مسئولیت چانه خالی کردند. حالا رئیس سازمان مدیریت بحران ایران میگوید بودجه‌ای که برای مقابله با بلایای طبیعی در خوزستان در نظر گرفته شده بود پرداخت نشده. در همین حال قوه قضاییه وعده داده که با مدیران کمکار برخورد میکند. علاوه بر خوزستان، بخشهایی از استانهای بوشهر، هرمزگان، کرمان، یزد، اصفهان و تهران هم دچار سیل و آب گرفتگی شدند. فرهام قبادی گزارش می‌دهد. سیل در جنوب ایران. حالا استان هرمزگان هم دچار آب گرفتگی شده. گفته می‌شود اینجا شهر سیریک است. امروز دوشنبه ساعت 8 صبح هست و اینجا آب باران که در خیابان‌های شهر میناب جاری است. در استان هرمزگان دست کم 5 نفر در سیلاب و ریزش کوه جانشان را در جاده از دست دادند. بلای آسمانی بر سر شهرهای جنوب استان فارس هم نازل شده. این خیابان‌های شیراز است. میدون دانشجو فلکه علم. اینم پاساژ امام حسین. شهر کازرون هم در این استان وضعیت مشابهی دارد. مرکز خریدی که به استخ بدل شده. این مسیر فیروزآباد در استان فارس به سمت شیراز است. از دل کوه آب می جوشد. اما بیشترین آسیب را استان بوشهر دیده. شهر برازجان زیر آب رفته. دیروز مردم به پشت بام‌هایشان پناه برده بودند. سی بانگ صادرات. و این مغازه را که آب کاملا گرفته. دوربین مداربسته کودکی را نشان می‌دهد که نزدیک بود سیلاب با خود ببرد، اما آبری جانش را نجات می‌دهد. این دومین سیل در جنوب ایران طی روزهای اخیر است. رئیس سازمان مدیریت بحران می‌گوید بودجه پیشگیری اختصاص یافته، اما عملاً پولی دریافت نشده.
من خیلی باز نکنم، ولی یه نکته جناب آقای یوسفی عرض بکنم که سال گذشته ما چیزی حدود 5084 میلیارد تومان بر اساس ماده 16 این قانون پیشنهاد اعتبار کردیم که حدود 300 میلیارد تومان در بودجه اومد و نهایت همین 300 میلیارد تومان تا امروز من ریالی ندیدم که در اختیار دستگاه اجرایی در این بخش قرار بگیره. بله ما در خسارت متاسفانه بسیار سنگین هزینه میکنیم، اما در پیشگیری مقداری با ناخن خشکی کار رو دنبال میکنیم. در روزهای اخیر مقام ها به پاسکاری مسئولیت مشغول بودند. آقای نجار هم مانند باقی مسئولان در روزهای پیش گفت وظیفه شهرداری است تا مشکل را حل کند. مقام های استانداری خوزستان برای ساماندهی فاضلاب این استان قراردادی 10 میلیون یورویی با قرارگاه خاتم الانبیا بستند، نهادی پرقدرت متعلق به سپاه پاسداران. ما این مقداری از این پول رو دریافت کردیم، قرارگاه خاتم الانبیا رو به عنوان پیمانکار در نظر گرفتیم. مثلا 50 میلیون یورو اختصاص پیدا کرده و قرارگاه خاتم به عنوان پیمانکار کار انتخاب شده. رئیس سازمان بازرسی کل کشور حالا به خوزستان رفته با وعده پیگیری مشکلات. گفته اینکه باران زیاد آمده برایش جواب قانع کننده ای نیست. یکی از مهمترین مشکلات بحث آبهای سطحی است که سالهاست که اقدام جدی تو این زمینه نشده و همچنین بحث طرح جامعه فاضلاب استان هست از سال 85 اقدام کمی شده بود. بسیاری از سیل زدگان از همین کمکاری ها در سالها و دهه های گذشته است که عصبانی اند. همون جدولت سیل اخیر تنها موزل مردم استان نفتخیز خوزستان نیست. ریزگرد، نبود آب شرب تمیز و فاضلاب سال هاست که غرق در مشکلند. پرهام قبادی، بی بی سی. لازم اشاره کنم که در بخش‌های خبری قبلی امروز بخش از تصاویر سیل که پخش شد قدیمی بود که بابت اون اشتباه عذرخواهی می‌کنیم. اما کشورهای اروپایی عضو برجام قصد ایران برای نصب سه آبشار جدید سانتریفیوژ پیشرفته در مرکز غنی‌سازی اورانیوم نطنز را اقدامی عمیقا نگران کننده و خلاف برجام عنوان کردند. بریتانیا، آلمان و فرانسه در بیانیه‌ای مشترک با تاکید بر ضرورت حفظ توافق هسته‌ای همچنین از قانون مصوب مجلس ایران برای گسترش فعالیت هسته‌ای و محدود کردن دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شدت ابراز نگرانی کردند. آنها هشدار دادند که این اقدامات می‌تواند راه را برای بازگشت به دیپلماسی در دولت آینده ای آمریکا ببندد و تلاش‌های مشترک برای حفظ برجام را به خطر بیندازد. شبنم شعبانی گزارش می‌دهد. توافق هسته‌ای یا برنامه جامع اقدام مشترک برجام از روزی که امضا شد فراز و فرود بسیار دید. آنچه که دستاورد بزرگ دیپلماسی خوانده می‌شد اما به امضایی در آستانه فروپاشی قرار گرفت. با این همه و با وجود شکنندگی روزافزون شاکله این توافق از زمان خروج آمریکا از آن، ایران و باقی کشورهای امضا کننده کجدار و مریض این مریض بدحال را به هر صورت که بود زنده نگه داشتند. حالا اما آن اتفاق تعیین کننده که بسیاری احتمال کمرنگ دوام برجام را در آن می‌دیدند بیش از یک ماه است که رخ داده. در پی انتخابات آمریکا دونالد ترامپ مخالف سرسخت برجام تا چند هفته دیگر از کاخ سفید بیرون می‌رود و به جای او کسی سکان قدرت را در دست می‌گیرد که خود در دولت قبلی از نزدیک در جریان مذاکرات بود. با این حال به نظر نمی‌رسد آنچه در انتظار برجام است معادله‌ای ساده و خطی باشد. روابط و شرایط ایران با زمان امضای برجام تفاوت قابل توجهی دارد. به معادله هسته‌ای چیزهای دیگری هم افسوده شده و آن را چند مجهولی کرده. مهمترینش فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ای ایران و قدم‌هایی که برای کاهش تعهدات هسته‌ایش در پی خروج آمریکا از برجام و ناتوانی اروپا از کاستن بار تحریم‌های فزاینده برداشته. عزم ایران برای نصب سه زنجیره جدید سانتریفیوژهای پیشرفته غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات نطنز، سانتریفیوژ هایی که نصبشان خلاف تعهد ایران در روند مجاز غنی‌سازی در برجام است. سه کشور اروپایی شریک برجام این تصمیم را به شدت نگران کننده خواندند.
بریتانیا، آلمان و فرانسه در بیانیه‌ای هشدار دادند که اگر ایران می‌خواهد فضایی برای دیپلماسی باز بگذارد، باید از برداشتن این گام‌ها حذر کند. تهران اما از آنچه در دو سال و نیم گذشته بر سر برجام آمده خشمگین است. بارها گفته که دوباره مذاکره نمی‌کند و نخواهد کرد. نه جمهوری اسلامی ایران چیزی رو که یک بار مذاکره کرده مذاکره میکنه و نه اینکه الزام آور بودن قطعنامه 2231 که برجام هم به اون زمینه هست با این نکات تغییری میکنه. ایران در خصوص امنیت ملی خودش نه مصالحه میکنه نه مذاکره. حالا با زمزمه هایی که مدام بیشتر شنیده میشود روشن شده اروپایی ها آنچنان از فعالیت های ایران و به ویژه برنامه موشکیش نگرانند که خواستار آمدن ایران بر سر میز مذاکره درباره آن هستند. مرگ بر اسرائیل. این فریادها در مجلس ایران همزمان با تصویب کلیات طرح موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت. آنچه دولت را ملزم می‌کند به شرکای برجام اولتیماتوم بدهد که در صورت اجرا نکردن کامل تعهداتشان ایران غنی‌سازی 20% اورانیوم را از سر می‌گیرد و با لغو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای دسترسی بازرسان بین المللی به تأسیساتش را محدود می کند. مجموع اتفاقاتی که چشمانداز روشنی برای حفظ برجام پیش رو نمی گذارد و این سوال را پیش می کشد که چرا باید با شروع شمارش معکوس برای آمدن جو بایدن به کاخ سفید آفتاب کمرمق توافق هسته‌ای با چنین شتابی رو به غروب برود. شبنم شعبانی، بی بی سی. رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته که پرداخت و انتقال ارز برای خرید واکسن کرونا به دلیل تحریم‌های آمریکا تا به حال امکان پذیر نشده. عبدالناصر همتی یادآور شده که خرید واکسن کرونا باید از مسیر رسمی سازمان بهداشت جهانی و از طریق کنسرسیوم کوواکس صورت بگیرد. او بار دیگر محدود نبودن معاملات دارو در پی تحریم‌های آمریکا را ادعایی دروغین نامیده. دولت آمریکا بارها گفته که دارو در فهرست تحریم‌ها نیست. در واکنش به ادعای رئیس بانک مرکزی ایران، کنسرسیوم کوواکس در بیانیه‌ای به روزنامه واشنگتن پست گفته که هیچ گونه مانع حقوقی سر راه ایران برای دریافت واکسن از طریق تسهیلات کوواکس وجود ندارد. برای گفتگو در این زمینه فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس مالی و بانکی از واشنگتن با ماست. علی اکبر موسوی خوینی، نماینده مجلس ششم ایران و فعال حقوق بشر از مریلند آمریکا با ماست. آقای موسوی خوینی، در جریان ارسال دارو و تجهیزات پزشکی به ایران مدت هاست با نهادهای بشردوستانه سوئیسی و بین‌المللی در ارتباط هستند. خوش آمدید به برنامه آقایان. آقای خوینی، با شما شروع بکنیم. مشاهدات شما بر چه اساسه؟ آیا ایران میتونه دارو بخره؟ سلام عرض میکنم خدمت شما میهمان گرامی و بینندگان عزیز. از نظر تئوری بله، یعنی دولت امریکا هیچ وقت نه در دولت حاضر نه در دولت قبلی هیچ وقت در واقع تحریمی اعمال نکرده روی مسئله دارو و حتی مجوزهای موردی هم صادر کرده، بعضا مجوزهای عمومی. اما مسئله اینه که خود تحریم‌هایی که چه الان و چه در قبلا بوده، سیستم بانکی، مسئله تأمین مالی و که برای ایران تحت شدیدترین تحریم ها هست از قضا امروز، اون رو براش راه باز نکرده و تا نیاد یک اراده سیاسی در دولت امریکا وجود نداشته باشه که گایدلاین هایی رو در واقع صادر کنه، نهادهای مالی رو برای سیستم بانکی براشون راهی باز بکنه که تأمین مالی و ارز، انتقال ارز صورت بگیره، اتفاق نخواهد افتاد. من حتی نمیخوام بگم که این فقط این مشکل مال دوره الانی که آقای ترامپ هست که شدیدترین تحریم ها رو در واقع دارن در ارتباط ایران. در دوره حتی اوباما، من میتونم دو تا مثال خیلی مشخص بزنم که حتی در اون دوره هم که تحریم های مدار سبکتر هم بود، وقتی در ارتباط با مسائل بشردوستانه، مثلا زلزله آذربایجان، شخصا شاهد بودم این دو بار دولت امریکا مجوز صادر کرد، مثل همینی که کوواکس الان گفته که اوفک مجوز صادر کرده، برای زلزله که مردم بتونن پول، کمک های نقدی جمع کنن برای ایران بفرستن.
نهادهایی که این پول‌ها رو جمع کردن نهایتاً نتونستن از طریق هیچ بانکی این پول‌ها رو برای ایران بفرستن. خنده‌داره که بنده شاهد بودم نهایتاً مجبور شدن اینها رو داخل گونی بذارن و برای اینکه مشکوکم نشه داخل گونی به یک خانم سالخورده‌ای رو پیدا کردن، مسافری رو نهایتاً این رو ارسال بکنن به ایران، به آذربایجان، که رفتن اونجا پتو خریدن اینها. آقای علوی و بعضی از دوستان دیگه که تو این زمینه تلاش می‌کنن در دوره اوباما بازم شاهد هستن. آقای هریس چین‌ها وکلایی بودن که مجوزهای عمومی صادر شد برای همین نقل و انتقال، همین بحثای مربوط به ارتباطات اینترنت و اینجور چیزا که الان هم تحریم نیست، حتی به نام جنرال لایسنس دیوان که اونجا گفته که حتی اجازه دریافت و پرداخت و پول برای فرض کن تلفن زدن مردم و کار فعالیت‌های اینترنتی و خیلی از نرم افزارها. اما همین الان و چه در دولت قبلی هم حتی نهایتاً این اقدام و این اراده چون اتفاق نیفتاد، نیمدن نهاد بانکی رو براش راهی باز بکنن که مثلا مردم اگه داخل ایران همین جیمیل رو میخوان استفاده کنن میتونن پولی رو پرداخت کنن. این راه هنوزم بسته است و کسی نمیتونه، چون سیستم بانکی نیست، کردیت کارت کار نمیکنه. الان هم ایران برای حتی مسئله کووید چندین ماهه از IMF صندوق بین‌المللی پول 5 میلیارد دلار وام درخواست کرده و حتی گفته که پول رو به ما ندید. همین آقای همتی با بلومبرگ مصاحبه کردن، گفتن پول رو به ما ندید، به نهاد درست شده در سوئیس به نام شتا، سوئیس هیومانیتریان ترین اریجمنت، که اونها پول رو میگیرن و چون در واقع دولت سوئیس یه جوری نمایندگی به اصطلاح حافظ منافع امریکا هم هست، به اوفک گزارش نتیجه رو میده با اعمال مکانیزم دو دیلیجنس که در واقع مراقبت ویژه هم صورت میگیره، پارتنرهایی هستن که مطمئن بشن این اقلام درست هم میره، این اتفاق بیفته. امی الان که داریم صحبت میکنیم صندوق بین‌المللی پول یعنی دولت امریکا نرفته باشون اجازه بشون بده که این پول رو اجازه بدن تحت عنوان حتی وام، نه حتی از پولهایی که ایران در خارج کشور فریز شده بتونه واریز کنه با اون سیستم سوئیس. بنابراین این مشکل همچنان باقی خواهد بود مگر اینکه اون اراده سیاسی به وجود بیاد و فعالین حقوق بشر من فکر می‌کنم این روز دیگه مسئولیت دارن تو این زمینه همراهی کنن، کمک بکنن. آقای علوی، شنیدید صحبت آقای موسوی خوئینی رو؟ در عمل دارو تحریم نیست، در روی کاغذ دارو تحریم نیست، ولی در عمل دسترسی مردم ایران به دارو با مشکل روبرو شده. بله، خب اولا که من فکر کنم خیلی روشنه که تحریم‌های آمریکا خب قطعا همه کار رو سخت‌تر کردن، کسی فکر نکنم منکر این باشه. منتها ببینید، موضوع بانکی ایران در واقع مواجهه با دو تا چالش، یکیش موضوعی تحریم هاست، یکیش هم این که عدم تصویب لایحه‌های ضد پولشویی بین‌الملل. به این دلیل در واقع دو تا مرحله هست، حالا بخوایم سومیش هم بگیم که فساد در داخل سیستم، اون یه بحث جدایی البته، ولی در واقع به سه تا دلیل، دو تا دلیل مشکل هستش. حالا به این ترتیب قوانین همون که آقای موسوی خوئینی گفتن توی در تئوری آزاده. حالا شاید ایرادی میشد گرفت که دفتر اوفک شاید میتونه شفافتر اینا رو اعلام کنه، ولی حقیقتش اینه که درسته قانون پیچیده هستش، یک کمی واسه آدمایی که به صورت حقوقدان نیستن یا کارشناس این زمینه نیستن یک کمی سخت تصویبش، ولی خب در بانک ها این آمادگی هست و این امکانات هستش. موضوع اینجاست که بانک ها خب خیلی وقتا به قول معروف کاسه داختر از آش میشن و یه سری معاملاتی هم که مجاز هست رو نمیپذیرن، برای اینکه ممکنه براشون به صرف نباشه. ولی حقیقتش اینه که اگه ما بخوایم رفتار این سازمان اوپک رو نگاه کنیم، چه در زمان آقای ترامپ یا آقای اوباما و حتی قبل، در شرایط ضروری راهکارهایی درست کردن از قانون و حتی با اون راهکارها میشد در واقع راهی هم ساخت که اون موضوع مالی هم حل بشه. این صحبت هایی که از ایران اومده تازگی ها به نظر من بیشتر شعار سیاسی ان تا واقعا یه انعکاسی از واقعیت. آقای موسوی خوئینی، شنیدید صحبت آقای علوی رو؟ آیا شعار سیاسی راهکاری وجود داشته و مقام های ایران استفاده نکردن؟ داخل ایران مشکلات وجود داره، همه ما میدونیم فساد سیستماتیک وجود داره خیلی از مشکلات، ولی برای اونها هم باز راه حل در واقع گذاشته شده. همین بحث مکانیزم دو دیلیجنس رو که عرض کردم خدمتتون، وکلا خود شما در واقع آقای علوی باش سر کار دارید، برای اتفاقا کارهای بشردوستانه به کشورهای مثل هایتی و خیلی جای دیگه اعمال میشه، برای اینکه حتی پول هم نفرستن، اجناس رو بفرستن اونجا دوچار فساد نشه سعی میکنن مراقبت ویژه صورت بگیره. برای ایران این شتا یعنی سوئیس، دولت
سوئیس داره این کار الان انجام میده، دو دیلیجنس رو رسما هم اعلام کرده، انتشار پیدا کرده. بنابراین این مشکل الان نیست و دولت سوئیس دوباره این کارو انجام داد، یعنی اعلام هم کرد که دوبار این اقلام رو فرستاد، ولی پولش از کجا اومد؟ یه مقدار حسابی در یک مقدار در سوئیس ایران داشت، از اونجا تونستن بردارن. اما بقیه پولهایی که ایران در واقع فریز شده، نتونستن از این پولها بتونن پولا رو آزاد بکنن، چه در کره چه در جای دیگه، که بره از اون مکانیزم بانکی که خود دولت سوئیس مثلا باز کرده اعمال بشه. یک اراده سیاسی واقعیتش میخواد که بیاد پیگیر این باشه، نهادهای بانکی رو جمع بکنه. و مثالش عرض کردم خدمتتون، معروف دولت ترامپ هم نبود، عرض کردم در دوره آقای اوباما هم حتی این مشکلات وجود داشت، ولی نهایتا این اراده به وجود اومد. مثلا فرض کن راجع به بحث اینترنت، شرکت‌های سیلیکون ولی رو وزارت خارجه آمریکا یک بار جمع کرد، بهشون اطمینان داد، براشون گایدلاین هایی داد که خیالتون راحت بشه این بقیه تحریم ها سر جای خودش باشه. سر... مشخصا راجع به واکسن کرونا الان تضاد ما میبینیم بین گفته های مقام های ایران و کوواکس. کوواکس داره میگه که آمریکا برای ایران در واقع استثناء قائل شده که بتونه واکسن رو بگیره. مشکل چیه فکر میکنید با توجه به اینکه حتی کوواکس هم داره میگه چنین استثنایی وجود داره؟ مشکل دقیقاً همین مسئله بانکی هست. کوواکس یعنی در واقع WHO مکانیزمی که درست کرده برای ایران میگه که مانعی نیست، از وزارت خارجه در واقع شده اوفک وزارت دارایی آمریکا هم این اجازه هست، اما باید اقدامی صورت بگیره که این تبادلات مالی، چون واکسن که رایگان نیست برای ایران، باید بیان بخرن این رو، باید براش ارز مبادله بشه. ارز از کدوم سیستم بانکی؟ سیستم بانکی کاملا قفل، پولهای ایران در خارج کشور فریزه. همونطور که عرض کردم خدمتتون، حتی ایران 5 میلیارد دلار وام هم درخواست کرده که ما رو بدهکار کنید، کاری که به همه کشورهای تحت فشار برای کووید بانک صندوق بین المللی پول انجام داد، ولی برای ایران انجام ندادن. 6 ماه آقای علوی فکر می‌کنید که با توجه با توجه به حساسیت موضوع کرونا و اینکه سازمان بهداشت جهانی گفته که این نیازمند یک اراده بین‌المللیه، یعنی اگر که در ایران کرونا کنترل نشه کماکان ادامه خواهد پیدا کرد، به بقیه کشورهای منطقه منتقل خواهد شد، با توجه به حساسیت این فکر می‌کنی که چرا این اراده سیاسی در آمریکا وجود نداره که واکسن رو به دست ایرانیان برسونن؟ من والا مطمئن نیستم که اراده وجود نداشته باشه. این موضوع همونطور که خودتون اشاره کردید کاملا این موضوع در واقع موضوع پابلیک هلت، بهداشت و سلامت جهانیه، و ایران اگه واکسن دسترسی ایران پیدا نکنه به واکسن، خب این موضوع بین‌المللی میشه، بالاخره مسافر میاد میره و غیره، و این در واقع موضوع کرونا رو حل نمیکنه. همین که با توجه به این ضرورت غالبا یه راهکاری پیدا میشه، و همونطور که عرض کردم قبلا، در واقع دولت آمریکا در کنار این معافیت‌هایی که درست کرده، یه معافیت‌های دیگر هم در ماه‌های اخیر صادر کرده به نام جنرال لایسنس 8 یا 8 که الان جایگزینش 8 A که در واقع حتی در معاملاتی که بانک مرکزی ایران که به چندین طریق تحریم شده و شرکت نفت NIOC، اینا هم اگه در نقشی داشته باشن در معامله مربوط به مثلا دریافت خرید دارو، اینا هم باز اینطور معاملات باز معافن. به نظر من این موضوع از لحاظ سیاسی و وجهه آمریکا خیلی موضوع میتونه به اصطلاح مسئله روابط عمومی آمریکا رو در دیپلماسی آمریکا رو میتونه در واقع ضایع کنه اگر راهکاری پیدا نشه. همین که قطعا این میشه، و همونطور که ماموران سازمان بین‌المللی بهداشت هم اشاره کردن، این مجوزها صادر شده و در شرایط ضروری باز سازمان اوفک که متعلق به دارایی آمریکاست میتونه مجوز صادر کنه که پولهای مسدود شده جمهوری اسلامی در بانکهای کشورهای ثالث هم آزاد بشه برای خریداری این نکات. این خیلی فرق میکنه با وام 5 میلیارد دلاری که ایران درخواست کرده، چون اون وام تا حدی میشه گفت بی قید و شرطه، و حرفهای آقای همتی به نظر من خیلی با حرفهای اولیه دولت یکسان نیستن، از لحاظ اینکه بخوان صرفاً برای دارو باشه. همین که اون به نظر من یک کمی حاشیه است، و موضوع اینجاست که اگر ارادهش باشه و خواستش باشه، خب قطعاً این موضوع هم حل میشه. آقای مصطفی خانی اشاره کردید به اینکه حتی در دوران باراک اوباما هم یه سری از این محدودیت ها وجود داشت. میکنم همه خاطرمون هست که در دوران برجام هم یکی از شکایت های ایران این بود که کماکان بسیاری از بانک های بین المللی حاضر نیستند با ایران کار بکنند. فکر میکنید با توجه به پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ممکنه وضع بهتر از دوران باراک اوباما بشه، یا بخشی از اون محدودیت ها باقی خواهد موند؟
من فکر می‌کنم که این مقدار بهتر میشه، اما نه، این یک مسئله بسیار مهمیه که بایستی اقداماتی صورت بگیره، چه در دوره بایدن چه دوره آقای ترامپ. و من فکر می‌کنم این موضوع مسئله امرجنسی همین الان باید اتفاق بیفته، چیزی نیست که تحت تحریم باشه. دولت امریکا هم اعلام نمی‌کنه که تحریم. الان بایستی فعالین حقوق بشر و همه کسایی که واقعا به این مسائل اهمیت قائل هستن اقدام بکنن و بخوان دولت امریکا قدمی برداره، راه بانکی رو باز بکنه. مشکل اصلی اونجاست و این باید به شکل ریشه‌ای هم حل بشه، فقط برای هم واکسن هم نیست، موضوعات دیگه هم هست. نبایستی بتونن معطل بشن برای یه چنین مسئله. این مشکلی که وجود داره. من پیشنهاد میکنم خدمت آقای علوی عزیز، اگر فکر میکنن مشکل بانکی وجود نداره، تحریم مانعش نیست، الان اقدام بکنن. اگر میتونن دارویی رو رسما از طریق هر کانال بانکی که ایشون خودشون فکر میکنن که آمادگی وجود داشته باشه برای ایران ارسال بکنن. واقعا عملی نیست. حتی دولت امریکا، شما خاطرتون هست دوره آقای اوباما خواست پولی رو ارسال بکنه از این پولهایی که فریز شده بود برای ایران، خاطرتون هست دیگه. این آقای ترامپ هم همیشه به عنوان تبلیغات استفاده میکرد که داخل هواپیما این پولا رو برداشتن بردن. یعنی از طریق سیستم بانکی مدرن دنیای امروز اتفاق انجام نشد، چون اون کار یه مقدار زحمت داره، باید برن تلاش بکنن، یه فعالیت میخواد و کار بسیار آسونی هم هست در صورتی که این اراده سیاسی به وجود بیاد. و من امیدوارم که وزارت خارجه امریکا و همه فعالین حقوق بشر تو این زمینه تلاش بکنن این راه ده هر چی سریعتر باز بشه به صورت اساسی. آقای علوی، ببینید، کسی نمیگه که چالش نیست، کسی نمیگه که آسونه. این فکر کنم کاملا روشنه که آسون نیستش. موضوع اینجاست که حالا با اومدن آقای بایدن غالبا ممکنه کمی جو مثبت‌تر باشه، ولی باز ما باید نگاه کنیم که ریشه تحریم‌های بانکی آمریکا علیه ایران چیه. یه بخشش که تو برجام به اصطلاح رسیدگی شده بود، موضوع رفتار به اصطلاح کشورهای ثالث بود با سیستم بانکی ایران، ولی چون باز نمیتونستن دلار تصفیه کنن از طریق نیویورک، خب یه کمی بانک‌ها احتیاط کردن. الان بانک‌های بین‌المللی، من بارها می‌بینم در همین بی بی سی تاکید کردم، کلاً دارن روال در واقع قانون آمریکا رو طی می‌کنن، طوری که انگار خودشون هم بانک‌های آمریکایی بوده هستن و طبق قانون آمریکا باید عمل کنن. حتی اون قانونی که متعلق به بانک‌های خود آمریکا. به این ترتیب نه تنها با ایران بلکه با خیلی کشورهای دیگه این مشکل هست. حالا به این ترتیب، حالا اوفک و دولت آمریکا چیکار میتونن بکنن در حال حاضر؟ آیا میتونن موضوع رو شفافتر کنن، این موضوع که کمی اعتماد سازی بشه؟ قطعا این کار امکان پذیر هست، ولی دولت آمریکا نمیتونه بانک‌های خصوصی رو مجبور بکنه که معاملات ایرانی رو پروسس بکنن و هندل بکنن. به این ترتیب این موضوع خیلی طولانی مدتیه که اولا خیلی وابسته است، نه تنها به برگشت برجام یا هر توافق هسته‌ای دیگه، بلکه موضوع روابط ایران و آمریکا که باعث شده که این محدودیت‌های اولیه بانکی بین ایران و آمریکا به وجود بیاد که تمام کشورهای دیگه دارن الان طی میکنن. و سوما موضوع مسئله ضد پولشویی، این موضوع چراغ مثلا کلید چراغ نیست که بخوایم روشن خاموش کنیم، چه آمریکا بخواد، چه ایران بخواد، چه هر کشور دیگه. یه موضوع خیلی گسترده و موضوع خیلی پیچیده ای که کاملا هم به تحریم آمریکا وصل نیست مطلقا، یعنی به نکات دیگه هم هست. آقای خوینی، داشتین صرف کن میدادین، فقط در 30 ثانیه لطفا پاسختون رو بشنوید. من میخوام عرض بکنم که اینجور که فرمودن که کار طولانی مدت، اینطور نیست. اراده اگه وجود داشته باشه، همین الان کانال مالی باز شده، عرض کردم، اونم با کمک خود اوفک، اونم با دولت سوئیس. سوئیس حافظ منافع امریکاست که به اوفک هم بعد از اینکه این اقدامات انجام میده گزارش رسمی میده که من این اقلام رو فرستادم به کجاها رفت، درست رفت یا نرفت. دو دیلیجنس برای اینه. فقط کافیه که اوفک در واقع وزارت خارجه امریکا اقدام بکنن و اجازه بدن به دولت ایران از پولهایی که فریز شده بخشش بره فرض کن از کانال مالی سوئیس یا هر کانال دیگه که WHO اکانتی که الان WHO مثلا لازم داره، این پولها از اون طریق بره ایران. و کار 24 ساعت، من به شما قول میدم، این اراده فقط میخواد که این حرکت صورت بگیره. متشکرم آقای علوی. 30 ثانیه پاسختون رو بشنویم. به نظر من خیلی کار وسیع‌تر از این حرفاست. دولت آمریکا میتونه شاید این زمانی که میگیره واسه صادر کردن مجوز رو سریع‌تر بکنه، که قطعا من فکر کنم بکنه اگه موضوع واقعا حیاتی‌تر بشه و واقعا این دوچار چالش‌های بزرگتری بشه. هنوز زوده به نظر من، با توجه به اینکه اصلا واکسن هم هنوز صادر نشده به جایی. همین که بعد اول ببینیم، بعد بهتره که بعد قضاوت کنم. متشکرم. فرهاد علوی حقوقدان و کارشناس مالی و بانکی و علی اکبر موسوی خوینی نماینده مجلس ششم ایران و فعال حقوق بشر.
در ایران سپاه پاسداران میگوید پیگیر اعلام حکم نهایی دادگاه برای متهمان پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراین و تعیین تکلیف دیه قربانیان پیش از سالگرد حادثه است، یعنی تا یک ماه دیگر. این در حالی است که هنوز هویت متهمان اعلام نشده و خانواده‌های جانباختگان و دولت‌های اوکراین و کانادا بارها بر شفافیت در روند رسیدگی به پرونده و کشف حقیقت تاکید کردند. شلیک موشک‌های پدافند سپاه به این هواپیمای مسافربری در آسمان تهران باعث شد همه 176 سرنشین آن کشته شوند. محمد امینی گزارش می‌دهد، با این هشدار که اواسط این گزارش نور فلاش دوربین به چشم می‌خورد. این محل استقرار سامانه پدافندی اینجا منطقه تهرانه. این سامانه ای که سخنان امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه که مسئول اصلی هدف گرفتن هواپیمای مسافربری اوکراین است. اطلاع رسانی خاصی در 10 ماه گذشته از سوی سپاه صورت نگرفته و هنوز در یادها هست که حکومت ایران بر سر دادن جعبه سیاه این هواپیما چقدر ماجرا را کش داد. حالا در آستانه رسیدن به 1 سالگی این فاجعه، سپاه درباره این ماجرا به میدان آمده تا بگوید که پیگیر بوده تا حکم قاضی پرونده اعلام شود. همین قصه اخیر رو نگاه کنیم. این چهره علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه، در خبری که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه منتشر کرده، گفته سپاه خواهان اعلام حکم قاضی و تعیین تکلیف دیه پیش از سالگرد این رویداد است. به گفته آقای فدوی، تحقیقات قضایی تمام شده و در جریان تحقیقات به گفته او سامانه دوباره شلیک کرد و این کار شبیه سازی شد. این لحظات پس از فاجعه است که هنوز کسی نمیدانست واقعا چه اتفاقی افتاده. 18 دی ماه 1398 پرواز شماره 752 هواپیمای مسافربری اوکراین از تهران به سمت کیف پایتخت اوکراین به راه افتاد. 176 مسافر و خدمه هواپیما به مقصد نرسیدند. حدود نیمی از قربانیان ایرانی ماجرا شهروندان دو تابعیتی ساکن خارج از کشور بودند. بررسی ها و ارزیابی این حادثه توسط ستادهای بالاتر و بعد از 3 روز انکار مسئولان هواپیمایی کشوری و سکوت سپاه، سرانجام آقای حاجی‌زاده گفت که خطای انسانی موجب شلیک به هواپیما بوده. ما گردنمون از مو باریکتره، همه مسئولیت این کار رو میپذیریم و هر گونه تصمیمی مسئولین بگیرن ما مطیع اجرای اون هستیم. از آن زمان دولت‌های اوکراین و کانادا و خانواده‌های قربانیان بارها خواهان معرفی افراد مسئول در این ماجرا و شفافیت در روند محاکمه شدند، ولی تا به حال اسامی متهمان پرونده اعلام نشده. آنها تأکید کردند که پیش از بحث غرامت باید اول حقیقت روشن شود. این سقوط هم بر روابط ایران با کشورهای طرف دعوا اثر گذاشته و هم بر وجهه کشور در حالت کلی. طرفهای اوکراینی و کانادایی هر از گاهی از رفتار حکومت ایران در رسیدگی‌ها و مذاکرات شکایت می‌کنند و در شکایت به سازمان‌های بین‌المللی را هم باز گذاشتند. من یقین دارم تو همینطور که سال‌هاست چشم ملت نگاه کردید و دروغ گفتید. در داخل کشور هم خسارات این فاجعه بر افکار عمومی کم نبوده. حکومت خیلی سریع شمشیر را به اصطلاح از رو بست و چند نفر از منتقدان و معترضان به این فاجعه را دادگاهی و زندانی کرد. هرچند آنهایی که خود را خودی نظام معرفی می‌کنند در بیان دیدگاه و تفسیرهایشان از ماجرا کاملا آزاد به نظر می‌رسند، هر قدر هم که این تئوری‌هایشان مندرآوردی باشد یا صرفاً یک ادعا. بابا طرف از این طرف دارم یا موشک کروز اومده هواپیما بلند درجه 100 گفته 52 نقطتو نمیزنم، شما حمله کردی زدی، منتظر پاسخ. چطور شده که این یهویی کل پیام شنیده که آقا موشکای کروز دارن میان؟ بعد خودش هم تو رادار چی دیده اینو؟ کروز تشخیص داد. محمد امینی بی بی سی. اگر کروز میبود چی؟ اگر میرا پاستور رو میزد نصف مسئولین میرفتن هوا؟ بررسی زباله‌های پلاستیکی در ده‌ها کشور نشون داده که 3 شرکت بزرگ تولید مواد خوراکی و نوشیدنی مسبب بیشترین آلودگی به پلاستیک در کره زمینند. طبق این مراورد 3 شرکت کوکاکولا، پپسی و نسله در آلوده کردن طبیعت زمین به میلیاردها قطعه پلاستیک یک بار مصرف بیشترین سهم دارند. گزارش سیاوش اردلان رو. نام این هیولا پلاستیک. سازنده هیولا بزرگترین شرکت خوراکی دنیا.
مشکل این است که محصولات نسله به شکل هیولا به مشتری فروخته نمی شود. ولی پلاستیک یک بار مصرف بلای جان طبیعت است. مقصر هم فقط نسله نیست. شرکت پپسی هم هست. نسله و پپسی مقام دوم و سوم را در آلوده کردن جهان به پلاستیک دارند. مقام اول که به اندازه نسله و پپسی روی هم پلاستیک تولید می کند شرکت دیگری است. یک تشکیلات ضد پلاستیک 15,000 داوطلب را به کار گرفت تا 100,000 قطعه آشغال پلاستیکی رها شده در طبیعت 55 کشور را بررسی کند. 5 آلاینده اول جهان: کوکاکولا و سپس پپسیکو، نسلی، یونیلیور و ماندلیز اینترنشنال. در این کلیپ تبلیغاتی به این شرکت‌های آلاینده گفته شد وظیفه ما پاکسازی جهان از ریخت و پاش‌های شما نیست، این مسئولیت شماست. شرکت‌های خوراکی بزرگ دنیا می‌گویند مسئولیت خود را پذیرفتند و برای حل آلودگی دریا و خشکی به پلاستیک سخت در تلاشند. اما این سومین سال پی در پی است که کوکاکولا، پپسی و نسله سه آلاینده اول جهان معرفی شدند. کوکاکولا گفته میکوشد تا 10 سال دیگر همه پلاستیکی که تولید میکند قابل بازیافت باشند. نسله گفته این کار را تا 5 سال دیگر میکند. اما واقعیت این است که فقط 9% پلاستیک های یک بار مصرف در جهان بازیافت میشوند. و چون یک قطعه پلاستیک قابل بازیافت توصیف شده، معنایش این نیست که حتما بازیافت میشود. شرکت‌های بزرگ خوراکی می‌گویند اگر محصولات خود را با پلاستیک نفروشند، غذای داخلش زود فاسد می‌شود. ولی هر سال که بر حجم پلاستیک خود می‌افزایند، نمی‌گویند آیا قبلاً غذای فاسد به مشتری می‌فروختند؟ دولت‌ها هم بر این شرکت‌ها که به گردش اقتصاد کمک می‌کنند فشاری نمی‌آورند که هزینه واقعی فعالیت‌های خود را بپردازند. هزینه‌ای که وقتی روی هم جمع شود، نهایتاً از جیب طبیعت می‌رود. تا وقتی که دیگر طبیعت جایی برای زندگی آنگونه که سازگار با خودش باشد باقی نگذارد. راه حل ایدئال نه پلاستیک بازیافتی بیشتر و نه بسته‌بندی کاغذی است که مشکلات خودش را دارد. هر دو نمونه‌های مصرف‌گرایی و فرهنگ دورریز هستند. راه حل ایدئال ترویج پر کردن و استفاده همیشگی از یک بطری غیر پلاستیکی است. برای رسیدن به این ایدئال لازم نیست راه دوری رفت. سیاوش اردلان، بی بی سی. امسال 250مین سالگرد بتوون مشهورترین آهنگساز موسیقی کلاسیک جهانه. قرار بود به این مناسبت صدها برنامه در بزرگداشت او در سراسر آلمان برگزار شه که کرونا بیشتر اونها رو ناممکن کرد. اما یک آهنگساز ایرانی به همین مناسبت آلبومی ساخته به نام این بتوون نیست. مریم انصاری از برلین گزارش می‌دهد. وقتی اندیشه از خاطرم می گذرد آن را به صورت نوت‌های موسیقی تصور می کنم. بتوون، نابغه موسیقی کلاسیک جهان که در زمستانی سرد و کرونا زده 250 ساله می شود. اگر می شد پلی زد میان بتوون و پیشتازان امروز موسیقی کلاسیک، اگر بتوون را به قرن ما دعوت می کردیم، قطعات او چگونه بازنوشته می شدند؟ اونا فانتزیا ساخته آرش صفایان بر اساس سونات مهتاب بتوون. این بتوون نیست آلبومی است برگرفته از آثار بتوون که آرش صفایان با تغییرات و آرایشی جدید از قطعات اصلی ساخته. قطعاتی که گاه نزدیک به سرچشمه اصلی است، گاه از آن فاصله می‌گیرد، گاه نرمتر است، گاه امواجش بلندتر بر ساحل می‌نشیند. چالشی بزرگ در مواجهه با بتوون و درگیر شدن با ساختار پیچیده موسیقی او. این آلبوم با همکاری ارکستر مجلسی زوریخ و پیانیست مطرح آلمان سباستین کناور به ثمر نشسته. برای من زندگی بتوون و تاریخ قطعاتی که ساخته سرگذشت یک رهاییه. رهایی از قالب‌ها و قیدهای اجتماعی زمان خودش. نقطه اوج این پروسه در محتوای سمفونی شماره 9 او انعکاس یافته که همه میشناسیم. برادری و همبستگی همه انسان‌ها. و همینطور رهایی موسیقی کلاسیک از قالب‌هایی که تا اون زمان رایج بوده.
مثل موسیقی هایدن، موتسارت و موسیقی کلاسیک وین و غیره. چیزی که برای من جالبه اینه که بتوون برای این رهایی با خودش درگیر شد. به صادقانه ترین و شخصی ترین شکل. از آرش صفاییان به عنوان یکی از خلاق‌ترین آهنگسازان معاصر اروپا یاد می‌شود. او قطعات بسیاری برای ارکستر سمفونی، اپرا و موسیقی فیلم ساخته و جوایز بسیاری برده. کودکی من از بتوون تأثیر زیادی گرفت. با شنیدن موسیقی او که پدرم برام می‌ذاشت. یادم یک فروشگاه در تهران بود به اسم بتوون که کاست‌هایی داشت که عکس بتوون روش بود. عکس مردی با یک نگاه جدی. با گوش دادن به آلبوم شما آدم احساس می‌کنه که این هم بتوون هست هم نیست. میشه بگیم با کارهای بتوون واقعاً چیکار کردین؟ خیلی ساده جواب بدم. من میخوام پاستا درست کنم. حالا یه وقت با سس گوجه فرنگی، یه بار با یه سس دیگه. پاستا همیشه پاستا میمونه ولی با طعمای مختلف. این در موسیقی هم صدق میکنه. من یه قطعه 3 یا 4 ثانیه‌ای از بتوون گرفتم و اون ایده‌ای که بتوون 250 سال پیش داشته بیرون کشیدم و ازش نسخه های مختلفی ساختم که از فکر و ایده من تأثیر گرفته. در ضمن بتوون خودش همین کارو کرده. او واریاسیون‌های زیادی نوشته از کمپونیست‌هایی که پیش از او بودن. او ایده‌ای رو از اونها گرفته و از اون قطعه جدید ساخته. این یک چرخه بی انتهاست. آرش صفاییان میگوید هنرمندان مسئولیتی دارند چون میتوانند روایتگر زمان خود باشند، چه در موسیقی چه در زندگی. بتوون درست در همین زمانه و اتفاقا به ما ایرانی ها نشون میده که چقدر مهمه برای آزادی خود، برای انسانیت و برای همدردی و همبستگی اجتماعی بجنگید. تمام داستان زندگی او رسیدن به انسانیته و آثار او بیان جهانی انسانیت. مریم انصاری، برلین. این متاسفانه امشب مراقب هم باشید.